با سلامی گرم و درود فراوان به بینندگان برنامه ضیافت در این سیاره زندگی ساز، در هر کجا که ما رو میبینید براتون سلامتی آرزو میکنم. قبل از اینکه وارد ریتم اصلی برنامه بشم و هنرمند ارجمندی که مهمان برنامه است به شما معرفی بکنم، میخواستم خیلی سپاسگزاری کنم از مهرتون که به برنامه دارین. وقتی که مادری از ایران نگران آینده فرزندش که موزیسین است تماس میگیره، وقتی که پدری برای فرزندش که مریض تماس میگیره، وقتی که بچه هایی هستن که میخوان یک کار تئاتر بکنن با من تماس میگیرن، احساس غرور میکنم و احساس میکنم که برنامه ساده تلویزیونی ضیافت فراتر از یک معرفی یک هنرمنده، ما به صورت یک فامیل در اومدیم و این ارتباط مهربانی که بینمون ایجاد شده میتونیم با هم درد دل کنیم، با هم گریه کنیم، با هم شادی کنیم و در از تمام تصمیم من بود که بتونم یه ارتباط عاطفی با بیننده هام ایجاد بکنم که خوشبختانه در این سالهای اتفاق افتاده. مهمان برنامه ضیافت رامین، کارگردان سینماست. رامین نیامی اسمی آشنا برای اهل هنر و یکی از هنرمندهای حرفه‌ای است که در جامعه بین‌المللی باعث افتخار ایران، اسم ایران و ایرانی است. رامین از سالها قبل در نیویورک اسمش شنیدم که تدریس میکرد، بعد یه پروازی بلند کرد اومد به لس آنجلس در دانشگاه USC. بسیار فیلم ساخته، خودش همیشه اصرار داره که کمتر از سال صحبت بکن، من دوست دارم کارم رو روی فیلمشون بدم. و در چند وقت پیش وقتی که رفتم فیلم بلوزش رو در یکی از سینماهای حرفه‌ای شهر فرشته ها دیدم و چقدر آدم‌های معروف در اون سینما بودن از چهره‌های شاخص سینمای آمریکا، واقعا به خودم بالیدم که وقتی که می‌بینم ایرانی‌ها در زمینه هنری، در زمینه دانشگاهی، در زمینه هر کاری که انجام میدن نامبر وان هستن، خوشحال میشم که از مملکتم. تا این اتفاق افتاد که افتخار همکاری با اون پیدا بکنم در اولین تجربهش در یک سناریو ایرانی به نام یک کاری به نام شیرین این لاف که این روستا خیلی سر صدا کرده، هر جا میرم به پوستراشو میبینم، روزنامه‌های مختلف می‌نویسن و رفتم برای پارت چلو سولوش همکاری کردم با یک کمپوزیتور خیلی خوب آمریکایی. ولی بعد از چند ماه باز رامین به من زنگ زد، گفت من می‌خوام یه موسیقی ضبط بکنم و کمپوزر دومی رو انتخاب کرد که اونم آمریکایی بود و کارش بسیار شاخص بود و اون با اون کمپوزر به فاینلی بالاخره کار ضبط شد. در قسمت کار دوبلش، در قسمت تدوینش، در قسمت صداگذاری، چون بچه هایی که باش کار میکردن منم باشون دوست بودم، میدیدم که چقدر وسواس داره، چقدر حساسیت داره و میخواد چی رو به نحو عالی برگزار بکنه. بر صورت من بهش خیلی تبریک میگم و با اینی که بسیار سر شلوغ بود و اخیراً نیویورک بود، شیکاگو بود، چون یه خبر خوشحالی هست که فیلمشو خریدن و دیگه انتظارها به پایان رسید و شیرین این لاف از 12 و 14 میره به ایالت‌های مختلف و اینم بازی موفقه. رامین جان بهش سلام میکنم، خوشاوند میگم که با وقت کمش افتخار داد اومد تو استودیو. رامین جان خیلی ممنون که در کنار ما هستی. خیلی متشکرم. اولا خیلی ممنونم که تو ساختن فیلم با ما همکاری کردین در موسیقی. باعث افتخارم بوده. و حالا هم خیلی خوشحالم، خیلی ممنونم که در برنامه‌تون شرکت میکنم. من به صورت همونجوری که خیلی اشاره کوچیک کوتاه اشاره کردم به خاطر اینکه همیشه رامین ممانعت میکنه از که باید بکنن، باید برین توی دنیای مجازی کامپیوتر ببینین که چقدر فعالیت داشته. میخوام یه تشکر، یه اسپیشال تنکس داشته باشم از متیو، کارا و پیمان که 3 نفر از بچه ها هستن که دارن با من همکاری میکنه در پشت دوربین. در اصل ما 4 نفری این پروگرام رو تهیه میکنیم، میاریم به کامپیوترتون و تلویزیونتون رو. پیمان جون بریم اولین تریلر شیرینی لاو رو ببینیم که داره میاد به مارچ، یعنی با اومدن بهار، فرا رسیدن اون شکوفا، البته لس آنجلس که همیشه بهار، همیشه گرمه، ولی با رسیدن فصل بهار و نوید عید نوروز این فیلم هم داره میاد تو جامعه آمریکا. بریم تریلرش رو ببینیم بعد بیایم رامین رو ازش کلی سوال داریم.
تصورشو بکن توی شهر ماهیگیرا به دنیا بیای، پدرت معروفترین ماهیگیر شهر باشه، ولی خودت لحظه ای که پا توی قایق دریا زده تو زیباترین اتفاقی بودی که در زندگی من افتاد. تنها چیزی که مطمئنم درست انجام دادم. خب ویلیام، ما کجا با هم آشنا شدیم؟ اکثر مردا به من نمیگن او نه دوباره تو. سلام خانم آرسل. سلام. نه بازم تو. بله، حدود یه ماه پیش توی مهمونی ایرانی یه خونه بزرگ تو بیولی هیلز. آها، مهمونی مامانم، خیلی مشروب خوردم اون شب. آره درست. کمکم کن، فرار کردم. من بیعقل نیستم، نامزدم توی تخت غریبه است. آی سرم گیج میره. من ایرونیم، تو ماشینم هم لوستر. آروم بگی بابا، الان میترسونیش. تو همیشه میخواستی مقاله بنویسی، اینم فرصت. برو باش مصاحبه کن، یه مقاله سطح بالا بنویس. بهت قول میدم یک کلمه‌ش هم عوض نمیکنی. شیرین حالش خوب نیست و بهتره که یکی دو شب اینجا بمونه. یکی دو شب با نامزدم درباره تو حرف زدم. پرسید که چرا درباره یه نفری که با رادیوش بازی میکنه وقتی که به او فکر میکرد مثل آهویی که در دام افتاده باشد بدنش میلرزی. باید او را میدید. سلامی گرم و درود فراوان. اگر تازه به ما پیوستید، رامین نیامی کارگردان فیلم شیرین این لاف، اولین تجربهش در جامعه ایرانی بعد از سالها که در جامعه بین‌المللی کار میکنه، با دست پر اومده با شیرین این لاف. من خیلی سورپرایز شدم، تعجب کردم، چون وقتی که ما موسیقی فیلم میزدیم خودش نظارت کامل داشت و که بعضی از صحنه‌ها رو حتما موزیشن‌ها باید ببینن، با اینی که خب نوت داشتیم همه چی روی روال عادیش بود، ولی میخواست که ما اینو ببینیم که یه مقدار اون احساس و تاچ اون صحنه رو داشته باشیم. من این زبون اصلی بود. حالا میخواستم ازت سوال کنم که چه جالب این ترجمه شد رامین جان. بالاخره بله، ما این فیلمو اصولا برای جامعه امریکایی درست کردیم، ولی خب برای ایرانیان فکر کردیم که به دو زبون بدیم بیرون. فیلم به زبان اصلش به انگلیسیه، نازنین بنیادی، رایلی سمیت، بعد ماز جبرانی، مکس امینی، آنایتا خلدبری، جورج والاس، ایمی مدیگن، آقای مارشال منش و یه سری هنرمندهای ایرانی و هنرمندهای امریکایی با هم کار کردن. به اضافه موسیقیش هم که شما صحبت کردین، محمود آقای رالی خوش راک موسیقی امریکایی داریم، به اضافه آقای اندی تو فیلم هستن، بلکت هستن. و بعد ما فکر کردیم که برای اون دوستانی هم که دوست دارن فیلمو به فارسی ببینن، اونم دوبله کردیم و آقای رضا نرمی‌زاده که از بهترین صدابر ایشون مدیر دوبله بودن و یه سری دیگه از هنرمندان عالی ایرانی اومدن. بله، آقای مرتضی بجسته. بله، اتفاقا گفتم من تا حالا دوبله نکردم، ولی من انقدر ستاشون دوست دارم که دارم. فیلم رومانتیک خیلی خوبن. خانم وسوق هم بودن. خانم وسوق بودن، بعد آقای خیاط باشی بودن. بله، حسن خیاط باشی. بله، آقای حسن خیاط باشی، آقای پرویز فیروزکار. به به. و همه دوستان اومدن و خلاصه ما کمک کردن که
دوبله هم داشته باشیم، بازی نویس انگلیسی، و ما فیلمو قراره در سینمای و سینمای دیگه AMC برنامه‌ای داره به اسم AMC ایندیپندنت، فیلم‌های مستقله در 15 تا شهر AMC ها نشون میدن و ما سعی میکنیم که سانسایی به انگلیسی باشه و سانسایی به فارسی، این کاری که تا حالا فکر نمی‌کنم کسی کرده باشه. و یه فیلمیه که من همه هدف این بود که یه تصویر، یه فیلم خانوادگی باشه، تصویر مثبتی از ایرانی‌ها اینجا باشه. چون نازنین رول خانم جوانیه که رفته وکالت خونده ولی دلش بخواد نویسنده شه. مادرش آنایتا خلدبری مجله مد داره، پدرش استاد دانشگاه است، آقای مارشال منش بازی میکنن، نامزدش آقای ماز جبرانی جراح پلاستیک، دوستش هم آقای یه دکتر دیگه است که مکس امینیه. بعد این خانم علاقه همشه به یه نویسنده امریکایی و اون مسئله خانوادگی پیش میاد. ولی همه از سعی این بود که یه نقش مثبتی از ایرانیانشون بدیم، چون متاسفانه میدونین تصویری که هستش تصویر منفیه. بعدم فیلم های هنری هم که از ایران نشون میدن، فیلم های خیلی خوبی ما اینجا نشون دادیم، ولی اکثر اینا رو جامعه اصلی امریکایی نمیبینن، اینا رو فقط به حساب آرت هاوس های دی میدن. این من می‌خواستم اینو مثلا AMC سینمای معمولی تو تایم سکوئر نشون میدیم. این در AMC لس آنجلس شهر سه تا سینما اینجا نشون میدیم که مردم عادی که میرن سینما به قول معروف پاپ کورن می‌خورن، نمی‌دونم سیزن مثل فیلمای ایتالیایی آمریکایی یا چینی آمریکایی یا چیز ایرانی آمریکایی باشه، مثل مای بیگ گریک فات ودینگ. من درست در این مدتی که شیرینی لاف رفته بود برای تدوین، برای صدا، برای کارهای رامین جان، میدیدم یه شور و شوقی در شهر ایجاد شده و من دقیقا احساس میکنم به خاطر اخلاق توه و به خاطر اون صفات خوبیه که داری. و خودم بعضی موقع، بعضی روزا وقتی که توی استودیو سر میزنم بهت میدم، همه بچه ها اونجا هستن و من یقین دارم که یکی از نکات مثبت این فیلم نگاه بسیار صادقانه ای که رامی جامعه ایرانی داره، همیشه میخواد جامعه ایرانی رو به نوع احسن معرفی بکنه جامعه بین‌المللی. من همیشه در همه مصاحبه‌هاش با افتخار میگه ایرانی هستم، اسمشو اصلا عوض نکرده، رو اسم خودش هست. و من یقین دارم که این فیلم میتونه این نقطه آغازی باشه در جامعه بیلون ملل. همینطوری که میگه من میخواستم در این سینمای معمولی نشون بدم که همه اینو ببینن، چون یا یه فیلم هست که خیلی هنری هست خاص میبینن، یا یه فیلمی هست که فقط میره برای فستیوال. ولی رامین خیلی وقت گذاشت رو این فیلم و حتی در موسیقی فیلمش که در اول فیلم اشاره کردم که خودم توش اینوالو بودم، خودم توش دست داشتم، دیدم که با آهنگسازش خیلی جدی برخوردار میکرد و اصلا کل موسیقی رو عوض کرد. و این درسته که شما وقتی که یک آهنگو 3 دقیقه میشنوید یا میرین روی صندلی سینما میشینید یا 2 ساعت یه فیلمو میبینید، ولی حاصل سالها تلاش، سالها فکر، جنجالیه که پشت دوربین هست، تمام امکاناتو درست میکنه، یه دفعه مثلا یک هنرپیشش درست توی صحنه حساس سر با خورده بود، مجبور تمام کرو رو تعطیل بکنه، حالا بعد صدای این باز بشه. و به هر صورت من بهش درود میفرستم. میخواد بریم، میدونم که برای ما خیلی خیلی ارزنده آوردی که من بازت تشکر میکنم. در از برنامه من خونه شماست، من شما خیلی یاد میگیرم بوانی که در فیلم سابسک هستین. میدونم که تمام اینا چیزهای یونیک آوردی. بریم یه دونه DVD اندی رو ببینیم، بعد برگردیم را اینجا ما ساعت کنم. پیمان جا ما آماده ایم برای دیدن DVD. میان از خونه بیرون، دخترا پسرا تمشت و دلا، همه جا یه صدا، صدای خنده هاشون، شیری شیری دان خانو خانومان، خوشگل شدی امشب، خندت شکره، لبهات حسنه، مثل گل شدی امشب، چه خوشگل چه خوشگل چه خوشگل شدی امشب، چه خوشگل چه خوشگل چه خوشگل شدی امشب، چه خوشگل چه خوشگل چه خوشگل شدی امشب، به چنی خوشگله اونم تو، تو باغ عشق تک گله اونم تو، اگه فقط یه مجنونه اونم من، از
عشق تای دیوونه اونم من، از عشق تای دیوونه اونم من. شیر شیرینا خانو خانوما خوشگل شدی امشب، خندت شکره لبهات حسنه، مثل گل شدی امشب. اندی هنرمند شینی هر دوشون در هر اتفاقی در شهر میفته کمکی هست، مسئله مریضی هست، همیشه اندی و شینی حضور دارن. میخواستم ازت سوال کنم که این ویدیویی که ما الان دیدیم یکی از سانگایی که تون؟ بله، این یکی از آهنگایی که آقای اندی تو فیلم اجرا کردن و همطور که این همه ملیت های مختلف میرخصن. چه جالب. بله، آقای اندی خیلی ما کمک کردن. میگم راجع موسیقی، من هم سعی کردم موسیقی امریکایی داشته باشیم تو فیلم، هم موسیقی ایرانی، و راجع به سکور که افتین یه چیزی مثل پل باشه بین این دوتا. آقای اندی تو فیلم هستن، آقای بلک کتس هستش تو فیلم، و این ویدیو رو هم اولین باره که ما داریم پخش میکنیم. هنوز هنوز فکر نمی‌کنم به پروژه جایی باشه. خیلی ازتون تشکر می‌کنم. رامی جان، اگه بخواید خیلی کوچیک یه اشاره بکنیم، این فیلمایی که تو جامعه بین‌المللی ساختی به جز بلوز یکی دو تا چه اشاره کنم؟ من هم فیلمای سینمایی ساختم، هم فیلمای به حساب مستند. مستندام بیشتر راجع به هنر بوده یا مسائل اجتماعی بوده. فیلمای سینمایی فیلمی داشتم به اسم Somewhere in the City که های لملی نشون داد، HBO اینو خیلی نشون داد، HBO سینماکس، و کلی فستیوال های مختلف بود و 30 کشور پخش شد. بعد یه فیلم پلیسی درست کردم به اسم پاریس که اونم سینما بود و چیزه در شو تایم خیلی نشونش میدادن. این اولین فیلمیه که فیلم پارسال هم بلوز بود. بله، این اولین فیلم که حقیقتش من نیویورک زندگی میکردم وقتی که اومدم. این فیلم اصلش قرار بود یه فیلم رومانتیک کامیدی امریکایی باشه، ولی من لس آنجلس که اومدم فکر کردم با جامعه ایرانی که دیدم گفتم فیلم درست کنم که جامعه ایرانی‌ها نشون بده. چه خوب. و اینو من به حساب تبدیلش کردم به فیلم ایرانی امریکایی، از فیلم امریکایی در اومد و کردم شه خانواده ایرانی. بله، ولی من بر صورتم اونجوری که باز در نسبت های مختلف مصاحبمون گفتم، اون دیدی که تو نسبت به جامعه ایرانی داری و حساسیتی که رامین داره و میخواد که اگر که اسم ایران و تولیدی از طرف جامعه ایرانی هست به نحو احسن در یک کیفیت عالی باشه، بر من بسیار ارزنده است. و دیدم که در بسیاری از نکات مختلف فیلم، چون من بیرون از مسئله کارگردانی و سینما با رامین نزدیک هستم، دیدم کل جریان رو عوض میکنه و میگه نه، من باید حتما اون نمره خوب باشه که اون قبولی بشه که این کار رو بذارم توی فیلمم. میخوای بریم از نازنین بنیادی که هنرپیشه اول فیلم شما هست که الان این روزا در آمریکا سر صدا کرده، بخواستی که در هوملند بازی میکنه، درست؟ بله، خانم بنیادی دو سریال های متیور مادر بودن، امسال در هوملندن، الان هم در یه سریال جدیدی هستن که نمیدونم اسمش تو روزنامه نوشتن یا نه، به هر حال سورپرایز. و هنرمند بسیار با استعدادی هستن. ایشون رول شیرین رو بازی میکنن و واقعا من موقعی که داشتم کستینگ میکردم اصلا نمیستم کی باید این رول بازی کنه. خون بنیاده که دیدم که اصلا بهترین کسی بازی کنه. حالا خودشون توضیح میدن که برای چی این رول. بریم پیمان جان ببینیم، بعد برگردیم بیم استودیو. راستش وقتی که این داستان عشق شیرین رو خوندم احساس کردم که شیرین خیلی شخصیت بامزه‌ایه، خیلی بانمکه، و در ضمنم یه حالت خاصی داره از نظر این که نمیدونه که تو زندگیش چه مسیری رو بره، اون مسیری که پدر مادرش انتخاب کردن، یا اینکه مسیر جدیدی رو برای خودش انتخاب کنه و به اون امید و آرزوهای خودش برسه. و این برای من خیلی جالب بود که این حالت انتخاب بین این دوتا مسیر زندگی برام جالب بود. نازنین بنیادی
یکی از ایرانیان موفق در زمینه سینما که همونجوری که رامین هم اشاره کرد این روزا در پروژه های مختلف آمریکایی کار میکنه و من وقتی که از کنار روزنامه فروشی ها یا جایی که رد میشم که مجله های هنری بینم وقتی عکسش روی جلد ببینم بازم احساس غرور و افتخار میکنم. بعد از نازنین بنیادی شما مصاحبه اسپشیال بر ما مخصوص بودید. خانم آنایتا خلدبری که اونم چهره آشناست در جامعه ایرانی چقدر زحمت کشتن در تلویزیون ها کارهای دیگه. آنایتا مامان نازنینه دفعه. بله ایشون ما به قول معروف رول منفی فیلم کسی که چیزه و رول منفی بازی میکنه یعنی ممانعت کنه. قضیه اینه که این خانم شیرین یه نامزد ایرانی داره ولی بعد با یه نویسنده امریکایی آشنا میشه و مامان شیشتش نمیخواد که این رابطه با جراح پلاستیک بیولی هیل از بین بره که آقای ما از جبرانیه. خلاصه سعی میکنه کارشکنیایی بکنه و واقعا ایشون چون رول منفی بازی کردن خیلی کار مشکلیه و ایشون فوق‌العاده بودن تو فیلم. در اصل در شیرین الله به یک زبان ساده ما می‌بینیم که عشق غلبه میکنه اون احساسایی که آدم میگه که باید بری دنبال زندگی خوب، بری دنبال آخر عاقبت، این شعارهایی که ما ایرانی همیشه میدیم، ولی بعد نه دیگه این عشق این باعث میشه که اون بره دنبال اون چیزهای احساسی. بله اون مسئله ای که ما داریم اون اختلاف به حساب سنتی که پدر مادرها میخوان بچه هاشون ازدواج کنن حتما با یه آدم که خیلی موفقه، جراحه، نمیدونم مهندسه و اون چیز که خب جوان ها به هر حال دنبال اتفاقاً با قلبشون میره. اتفاقاً با اینی که رامین تو سالهاست در آمریکا هستی و خب همیشه ارتباط رامین نیامی با یه جامعه آمریکایی بوده، با فیلم داستوری بوده، ولی میبینی که چقدر لمسش از این داستان این روزاست و اینو به طور خیلی خیلی ماهرانه کشته به تصویر. پیمان جون بریم به دیدار خانم آلتبری بعد برگردیم با استودیو. نام آناهیتا خلعتبری هستم. نقش مریم در فیلم شیرین ان لاو یا عشق شیرین رو بازی میکنم. نقش یک مادر فوق‌العاده پرقدرت ولی در این حال کسی که یک خانومی که شاید جنسش یک کمی خورده شیشه داشته باشه. شیرین ان لاو یا عشق شیرین امسال با نوروز به سراغ شما عزیزان میاد. سال نو رو با یکایی که شما صمیمانه تبریک میگم. تصویری که دیدین از من تا موقعی که تصویر دیدم گفتم This is unbelievable, perfect, lot of color, good color و تصویرش مثل میوزیک بود. گفتش که این کار متیو در اون طرف دوربین و کارا هر دوشون دارن به ما کمک میکنن. رامی وقتی که میاد با یه کرو بیاد و من خوشم میاد، خیلی آدم حرفه‌ایه. رامین جان بریم سراغ ماکس امینی، دوست مشترکمون. ماکس امینی کسی دوستا خیلی موفقه، همیشه من وقتی که توی سانست بولوار، وقتی که توی کلاب های بزرگ میرم میبینم ماز جبرانی و ماکس امینی اسمشون اون بالا هست برای برنامه، میرم میبینم اونجا باجه میگه بلیط تموم شده یا سولدات شده، بازم خبر خوب. بله ایشون راجع به کاراکترشون صحبت میکنن. ماکس خیلی بریم ببینیمش موفق، ولی صحبت که میکنن راجع به کاراکترشون. پیمان جون بریم ماکس رو ببینیم. رو به همه شما تبریک میگم. من در مته به خودم با شما صحبت میکنم، از صمیم قلب میخوام بگم که ایرانی ها در هر جای دنیا که هستن انشالله از این مصاحبه لذت ببرن. به من میگن دکتر بن. بن اسم مستعار من هست، اسم ایرانی من با ب شروع میشه، به اسم فارسی من هستش به چجوری بگم با ب شروع میشه، یعنی مادر بزرگ من هر وقت من میخواست صدا بکنه میگفت بزغاله بیا اینجا، این رو ما مونده و من اسمم گوشم بن. حالا شما صمیمی که شدین شما هم بگیم بزغاله، چه اشکالی داره. بیشتر اگه میخواین با من آشنا بشین فیلم شیرین لاو رو ببینین، با دوستای من آشنا میشین، با مسائل روحی زندگی من آشنا میشین
من بسیار رمانتیک هستم، من شمع دارم تمام خونم، تمام خونه شمعه. یعنی شما از در که میایین اصلا چراغ ما نداریم، فقط با شمع ما زندگی میکنیم. که ما از من فقط شمع دارم و شعر میگم. انشالله که دوست داشته باشین. عید شما مبارک. دم به شما. ماکس امینی در اصل کاراکتر در فیلمش رو به تصویر کشیده بود چون دکتره، ولی ماکس امینی یه شمانه بسیار موفق هست. فیلم شیرینی لاف همراه با شکوفایی بهاری برای عید 11 میره برای یه اوپنینگ بزرگ، میره در ایالت‌های مختلف 12 و 14. رامی جایی توضیح بده ببینیم این بله. تاریخش بهتر شما میدونیم. بله ما در 11 در کلاب اولون پریمیر داریم که فیلم رو میدیم و بعد دوستان هنرمند که در فیلم شرکت کردن، آقای اندی گروه بلک کات و آقای رالی که چند آهنگ دارن برنامه اجرا میکنن، آقای ماجورانی هم لطف کردن و به حساب همه رو معرفی میکنن و برنامه اجرا میکنن. و بعد هم دیجی داریم، دیجی محسن بله. زن که بسیار عالیان و خلاصه چون فیلم یه فیلم شادی همطور که دیدین همه در حال رقص و خوشحالیت، ما کردیم که یه اوپنینگ داشته باشیم که همه بیان و خوش باشن. بعد فیلمو در 14 در سینمای لس آنجلس نشون میدیم، در سینمای لملی، در تان سنتر و میوزیک هال ام سی بربنگ و در اورنج کانتی ام سی و تایم سکوئر نیویورک. هفته بعدش شروع میکنیم وقت به شهرهای مختلف و در سان فرانسیسکو، هیوستون، شیکاگو، 12 شهر مختلف، ما سیاتل نگاه میکنیم که اگر شما برین رو وبسایتمون و به 1-800 نامبرمون که اعلان میکنین بله تمام اطلاعات رو ما یه دونه 1-800 گذاشتیم فقط برای اطلاعات ایرانیم، ولی تو وبسایتمون اعلان میکنیم و بعد روزنامه اعلان میکنیم این چیزو. بلیت بر پریمیرمون هم از تیکت بلوم میفروشه و از مغازه های مختلف خواهند بود، ولی این فروش فیلم میدونیم فروش هرچی برای پریمیر باشه برای خرجی هم پخش استفاده میشه، چون تمام دوستانی که این در فیلم شرکت کردن کمک کردن چارج از سیستم درست کردیم به حساب یه فیلم مستقله. و واقعا همه هنرپیشا هم همینجا از همشون تشکر میکنم، از تمام هنرپیشا، از تمام موسیقین ها، عوامل فیلم، برای اینکه بدون اونها این فیلم ساخته نمیشد. جامعه ایرانی ما خیلی کمک کرد، ما در رستوران های مختلف از جاهای مختلف فیلم برداری کردیم و در رستوران جوان، کاباره تهران و خیلی جای دیگه، ما همه جای یادم میاد، از همه واقعا و از جامعه ایرانی متشکرم. برسه ما از شما متشکریم که یک نماینده خیلی خوب معرفی شد از سینمای بین‌المللی به جامعه سینمایی که در خارج هستیم. تمام انتظارها میاد که ما ماجبرانی اون همشه اول فیلم رو آقای ماجبرانی پیام شخصا خودشون گفتن من و برای اینکه یکی از بله حالا نشون بدیم من راجعه صحبت پیما جان بریم این ماز رو ببینیم که بعد برگردیم به سید مازیار جبرانی هستم، امیدوارم که فیلم شیرینی لاف رو بریم ببینید و دوست داشته باشید، ولی لطفاً قربونتون برم نذارین رو یوتیوب بذارین مجانی ببینی بدبخت فیلمساز نویسنده کارگردان رامین نیامی که 30 طول کشید این فیلم رو درست کنه ورشکست میشه خونش ازش میگیرن. بعد شما برین فیلم رو برین یوتیوب ببینین، خوشحالین؟ راضی هستین؟ نه، برین سینما بلیت بخرین، پاپکورن بخرین، بشینین فیلم رو ببینید. خیلی ممنون. اونجا چی گفت؟ ترجمه کنید. بله. نه آقای ماجبرانی خواهش کردن از همه، چون بقید نمیکنن که وقت که فیلم رو میگیرین و رو یوتیوب میذارین واقعا لطمه خیلی بزرگی میزنه و ما کمکی که از شما انتظار داریم که فیلم رو سینما ببینین یا بعدا رو ویودی یا دیویدی
یوتیوب ضربه خیلی بزرگی به فیلم سازا زده. فیلم سازا ایرانی همیشه میگن که ما اینقدر زحمت کشتیم بعد همه نگاه میکنن دیگه فیلم از بین رفته، پخش کننده های امریکایی فیلمو پخش نمیکنن موقع یوتیوبه. حالا ما خواهش که میکنیم اینه که لطفاً فیلمو نذارین، نه فقط فیلم من و فیلم بقیه دوستانو، چون ما و بقیه هنرمندی‌ها اینجا داریم سعی می‌کنیم یه سینمای ایرانی امریکایی بسازیم. امسال سال خیلی خوبی بود برای فیلم سازه ایرانی امریکایی. سه تا خانم ایرانی فیلمشون در ساندنس بود. آقای ماز جبرانی دارن یه فیلم جدیدی میدن بیرون، جیمی ویس بود. هنرمندی دارن می‌سازن. ولی فقط ما میتونیم به این کار ادامه بدیم اگه دوستان برن فیلم‌ها رو ببینن و حمایت کنن. چون همونطور که گفتم اولین سوالی که من سینمای MC از من کردن این که جامعه ایرانی چطوری اصلا فیلم دوست دارن. ما اصلا ما سابقه سینما داریم، سینما همشه خیلی مهم بودش. ولی اینکه ببینن که مردم میرن، دوستانتون رو بیارین، دوستان امریکاییتون رو بیارین فیلم رو ببینین، این خیلی کمک میکنه که ما سینمای سالمی بسازیم که خط سیاسی به اون صورت نداشته باشه. چون فیلم ما فیلم انسان دوستیه و پیامش پیام عشق و دوستیه بین ملت هاست و بتونیم با این پیام فیلم های دیگه بسازیم. چون میگم هدف خیر از این نیستش که ما ایرانی ها رو بشناسونیم. هنرمندهایی که فیلم شرکت کردن بین ملت بود، فقط هم هنرشای ایرانی نبودن که این کار کردن. خانم ایمی مدیگن کاندید اسکار رو در فیلم شرکت کردن به این علت. آقای جورج والاس که میدین در لاس وگاس خیلی برنامه دارن، آقای جورج والاس من گفتن که من پیام فیلم دوست دارم، خودشون از لاس وگاس اومدن توی فیلم شرکت کردن. الان هم توی برنامه قرار تلویزیونی راجع به فیلم صحبت کنن. آقای رالی تو هم گروه راک دارن هم چیزن، ولی گفتن که من دوست دارم. همه اینا اون پیام صلح و دوستی بین مردم ایران و مردم امریکاست که حمایت میکنن. و ما همون اگر همه برن این فیلم ببینن حتما این کار خودش. یک بار دیگه من اطلاع رسانی میکنم، ساندی مارچ 11 مارچ که دیگه داریم وارد سه‌شنبه، بله سه‌شنبه 11 مارچ که دیگه داریم وارد بهار میشیم، نزدیک عید هست، در کلاب اولون یک برنامه بسیار پروپیمون تدارک دیده رامین نیابی. من شاید برای اولین بار میبینم که یک کنسرت چند تا هنرمند معروف در کنار نمایش فیلم، یک پذیرایی بسیار خوب. یعنی شما اون شب هم فیلم رو میبینین، الان این آفیش فیلم هم که اومد روی تیوی، و میتونین هم کنسرت ببینین، هم دیجی ها رو ببینین، هم گروه ها رو ببینین، و بعدم که دیگه وارد سینما میشه. چهاردهم رامین جا ما داریم کم کم میریم آخر برنامه. میخوام یه دفعه دیگه تریلر شیرین لاو نشون بدن به بینندگان برنامه ضیافت. اگه کاری نداری که کم کم خدافظی کنیم بریم. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم و امیدوارم که همه این فیلم ببینن و فیلم‌های دیگه ایرانی امریکایی ما بتونیم اینجا پخش کنیم. ما هدفمون حتی این که فیلم‌های دیگه ایرانی هم بمیشیم تو امریکا. من خودم با خیلی با کمال جرأت اعتراف می‌کنم که هر موقع از فیلمسازهای جوان، هنرمندان جوان، وقتی که به لس آنجلس اومدن، وقتی که به رامین نیامی زنگ زدم، با آغوش باز اونا رو پذیرفته تو استودیوش. همیشه بچه‌های جوان و به هر سال همکاراش کمک میکنه و استودیوی رامین یه خونه امید است و من همیشه اگه کاری از دستش بر بیاد اصلا نه رو بلد نیست و به نظر من این اخلاقیاتش و صفات خوبش هست که به این فیلم خیلی گرما بخشیده. رامی جان بازم ازت تشکر میکنم و خدافظی کنیم و بریم اون تریلر ببینیم. نمیخوای اسم دوبلورانم یه دفعه دیگه بگی؟ بله، همینطور که گفتم آقای مرتضی برجسته، خانم شیلا وسوخ، بعد آقای حسن خیاط باشی، آقای فیروزکار و هنرمندای دیگه، و من همینجا از همه شون تشکر میکنم. من که این دوستان فیلم رو اومدن به ما کمک کردن، خیلی ازشون ممنونیم که این کار کردن. دوستان دیگه هم که تو خود فیلم بودن مثل ماز و نازنین و
مکس و اینا صدای خودشونه، آقای مارشال منش اینا هنرمندان ایرانی صدای خودشونه، بقیه هم که این دوستان اومدن و همکاری کردن. امیدوارم فقط تنها چیزی که من متاسفم که نتونستم بقیه ایرانی هنرمند تو این فیلم باشم. امیدوارم در فیلم‌های آینده بتونم بقیه باشن تو فیلم. در پایان بخش یکی دیگر از برنامه‌های ضیافت براتون، شب‌های پرستاره، روزهای آفتابی، یه سبد پر از عشق آرزو می‌کنم. حمایت تک تک شما از فیلم شیرین این لاو یک راهی رو باز می‌کنه برای فیلم جوان، برای بچه‌هایی که در این ماه‌های اخیر بسیار هنرمندای تئاتر، هنرمندای موسیقی نقل مکان کردن به شهر فرشته‌ها و اینا نیاز دارن به یه سقف، نیاز دارن به یه اسکرین کارشون رو نشون بدن و یک صندلی رو وقتی که شما بگیرین و بشینین اون فیلم رو نگاه بکنید، صادقانه کمک بزرگی می‌کنید به گسترش فیلمسازی، همینجوری که رامین گفت، این فعالیت ایرانی‌ها جامعه آمریکایی. از پیمان در اون طرف در اتاق فرمان، کارا و متیو که دوتا کارش رو دیدیم، بسیار بچه باستادی و اینا آمریکایی هستن، تشکر میکنم. روز روزگار بر شما خوش. بریم آخرین برای تصویر آخر تریلرش رو باز ببینیم. تصورش رو بکن توی شهر ماهیگیرا به دنیا بیای، پدرت معروفترین ماهیگیر شهر باشه، بعد لحظه‌ای که پا توی قایق بذاری دریا زده بشی. تو زیباترین اتفاقی بودی که در زندگی من افتاد. تنها چیزی که مطمئنم درست انجام دادم. خب ویلیام، ما کجا با هم آشنا شدیم؟ اکثر مردا به من نمیگن او نه دوباره تو. سلام خانم آرسه. سلام. نه 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 بازم تو. بله، حدود یه ماه پیش توی مهمونی ایرانی توی خونه بزرگ تو ببلی هیلز. آها مهمونی مامانم، خیلی مشروب خوردم اون شهر. آره درست. کمکم کن، فرار کردم. من بیعق نیستم، نامزدم توی تخت غریبه است. آی سلام کیش میره. من ایرونیم، تو ماشینم هم لوستر دارم. آروم بگی بالا، میترسونیش. تو همیشه میخواستی مقاله بنویسی، اینم فرصت، برو باش مصاحبه کن، یه مقاله سطح بالا بنویس. بهت قول میدم یک کلمه‌ش هم عوض نمیکنی. شیرین حالش خوب نیست و بهتره که یکی دو شب اینجا بمونه. یکی دو شب بمونه؟ با نامزدم در مورد تو حرف زدم، پرسید که چرا درباره یه نفری که با رادیوش بازی میکنه کنجکاوی. باز دوباره یکی دا میذاری تو قلب من، شب که میام تا اون نیاد خواب نمیام. وقتی که به او فکر میکرد مثل آهویی که در دام افتاده باشد، بدنش میلرزید. باید او را میدید. That don't seem to solve, 'cause there's still a girl I still wanna call. If there was one thing I would say as he drives you home tonight, and I'll be waiting somewhere.